در دوران باستان در هر تمدن از گوشه گوشه دنیا خدایان بسیاری مورد پرستش قرار می گرفتند که هر کدام از آنها با اشکال گوناگون به صورت بت یا کتیبه به تصویر کشیده شدند. اما آیا می دانید که نیاکان ما چه خدایانی را می پرستیدند و عقایدشان چگونه بود؟ لطفاً قبل از تماشای این ویدیو چنل ما را سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما زنگوله را فعال کنید تا از آپلودهای بعدی ما با خبر شوید. در ابتدا باید به این موضوع اشاره کنم که در ایران باستان ستایش خدایان در معبد و یا نیایشگاه انجام نمی شد، بلکه بر روی قله کوه‌ها و جایی که به آسمان نزدیک در بود انجام می گرفت. اعتقاد آنها بر این بود که باید بر روی بلندترین قله های در دسترس می رفتند و زیر گنبد آسمان برای خدای خورشید، ماه، زمین، آب و آتش گاو نر قربانی می کردند تا با جاری شدن خون حیوان زمین به حیات دوباره برسد. همچنین تصور می شد که با خوردن گوشت قربانی می توانند به جاودانگی دست یابند. بخش زیادی از خون این قربانیان برای رشد گیاهی به نام افدرا ریخته می شد که ایرانیان باستان معتقد بودند بعد از مراسم قربانی گاو باید این گیاه را در قالب یک نوشیدنی که به آن هم می گفتند مصرف کنند و جشنهای باشکوهی برگزار کنند تا از نعمت خدایان برخوردار شوند. جالب است بدانید این گیاه را فرزند اهورامزدا می دانستند که در قالب زمینی و به شکل یک گیاه درمانی در آمده تا با دشمنان اهریمنی مبارزه کند. یکی از مهمترین خدایان باستان میترا بود که نه تنها در ایران بلکه زمانی در هند و نقاط مختلفی از اروپا هم مورد ستایش قرار می گرفت. دین او که با نام میترائیسم مشهور است حدود 8000 سال قدمت دارد و قبل از زرتشت و آیین زرتشتی وجود داشته. البته هنوز هم علاقه‌مندان و پیروان خاص خود را دارد. در آیین میترائیسم آمده میترا یا مهر که خدای مهربانی، محبت و خورشید بود، شبی با ظاهری انسانی از درون یک سنگ که واقع در غاری بر روی قله دماوند بوده پا به جهان ما می‌گذارد. او که یک مشعل و یک خنجر به دست داشته بر روی نخستین گاو نر زمین می‌نشیند و پس از سواری گرفتن از او قربانیش می‌کند. سپس خون گاو را بر روی زمین می‌پاشد و در هر جا که خون گاو ریخته می‌شود گیاهان سبز و درختان پدید می‌آیند. آنگاه چوپان‌هایی که در آن مکان مشغول چراندن گوسفندان خود بودند پس از دیدن این منظره به او ایمان می‌آورند. پس از آن میترا در پایان حیات زمینی خود پس از شرکت در یک مهمانی بزرگ به آسمان عروج کرده و ناپدید می‌شود. جالب است بدانید شبی که میترا ظهور می کند سیوم ماه آذر است و برگزاری جشن شب یلدا به دلیل تولد میترا است که پس از آن شب با حضورش برکت و نعمت را به زمین باز می گرداند. بنابر باور پیروان میترائیسم در روز قیامت زمانی که یک آتش بسیار بزرگ زمین را در بر می گیرد میترا مجدداً ظهور می کند و تنها کسانی را از این آتش مهیب نجات می دهد که به دین او یعنی میترائیسم در آمده باشند. در کتاب اوستا از میترا با عنوان ایزد روشنایی و نور یاد شده که 1000 چشم و 1000 گوش دارد. از این رو هیچ گناهی از چشم و گوش او دور نمی ماند و او بر همه چیز آگاه است. همچنین معمولاً هر ماه از تقویم سال ایران متعلق به یک ایزد است که ماه مهر نیز نشانه میترا است. یکی دیگر از خدایان مهم باستان آناهیتا است که در پهلوی آناهیت و در فارسی ناهید شناخته می شود. آناهیتا که با ویژگی های همچون نیرومند، درخشان، زیبا، پاک و آزاده توصیف شده سرچشمه حیات و تمام آبهای جهان است. او همچنین الهه عفت، شرم و پاکی است که رحم و شیر مادرها را پاک می کند تا کودکان فراوان به دنیا آورند. در روایتی آمده ناهید که خدای آبها بود نطفه زرتشت را با خود به همراه داشت. روزی در شکم دختری پاکدامن که از آب یک دریاچه می نوشد و
و در آن آب شنا می کند می دمد و او بدون هیچ گونه ازدواج یک پسر به نام هوشیدر به دنیا می آورد. در 30 سالگی هوشیدر خورشید 20 شبانه روز در اوج آسمان، یعنی در همان جایی که اول خلقت بوده می ایستد و پس از گذشت 1000 سال او به پیامبری برگزیده می شود. هوشیدر منجی دین زرتشت است که روزی با ظهورش انسانها را از ظلم و ستم نجات می دهد و جهان را پر از عدل و آرامش می کند. شاید تصور کنید که این داستان برگرفته از زندگی مسیح مقدس است، اما هوشیدر حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح بر روی زمین زندگی می کرده و اما نخستین کسی که برای آناهیتا قربانی داد جمشید شاه بود. او برای این ایزد بانو در بالای کوهی بلند 100 اسب، 1000 گاو و 10000 گوسفند قربانی کرد و از آناهیتا درخواست کرد که پادشاه تمام کشورهای بزرگ شود و بر دیوهای پلید و دروغگویان تسلط یابد. فریدون هم دومین کسی است که مطابق جمشید قربانی‌هایی را برای آناهیتا انجام داد و از او درخواست کرد قدرتی به او دهد که بتواند بر ضحاک ماردوش پیروز شود. البته لطف و رحمت آناهیتا تنها شامل کسانی می‌شد که ذات پاک و بی‌آلایشی داشتند. با اینکه کلیه آتشکده‌ها و معابد ایرانی مورد احترام خاصی قرار داشتند، اما آتشکده‌های مخصوص ناهید از تمام آنها مجلل‌تر و با عظمت‌تر بودند و پادشاهان و امیران در تزیین معابد ایزد بانو آناهیتا که آب و برکت را نصیب دشت‌های وسیع ایران می‌کرد، تلاش‌های بسیاری می‌کردند. در آن دوره تمام معابد بر روی بلندی‌ها و کوه‌ها ساخته می‌شدند که به راحتی دست دشمن به آنها نرسد و کسانی که در معبد ناهید خدمت می‌کردند، تعهد پاکدامنی داشتند. پرستش ناهید هم مانند میترا فقط مختص ایران نبود و کشورهای زیادی از جمله یونان و ارمنستان او را مقدس می‌دانستند و برایش ارزش زیادی قائل بودند. البته با این تفاوت که آناهیتا در ایران باستان با شرم و حیا و پاکدامن توصیف شده که هیچگاه ازدواج نکرده، اما در کشورهای غربی او را الهه عشق می‌دانستند و حتی در معابد دختران را به ناپاکی تشویق می‌کردند که این موضوع کاملاً ضد عقاید پیروان ناهید در ایران بود. همچنین ماه آبان که به معنای آب هاست مختص این ایزد بانو بوده و نام سیاره ناهید هم از او الهام گرفته شده. البته خدایان ایران باستان فقط به این دو خلاصه نمی‌شوند و ما در ویدیوهای بعدی به تاریخ و حماسه های دیگر ایران باستان می پردازیم. در ادامه فیلم هایی را به شما معرفی می کنیم که امیدواریم از دیدن آنها لذت ببرید.